در صفحه دو آخر هفته به دو موضوع میپردازیم یکی اینکه با رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید آن هم به این شکل که کار به استیزاه کشیده گروه های مخالف جمهوری اسلامی خصوصا طرفداران تفکر براندازی در چه وضعی قرار می‌گیرند دوم اینکه از زمزمه‌های درباره دولت موقت در افغانستان چه میدانیم سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه دونالد ترامپ بر بد مخبسه ای افتاده آن هم در روزهای پایانی و حضورش در کاخ سفید بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم برای تغییر در ایران به او امید بسته بودند آقای ترامپ همیشه میخواست تاریخ ساز شود حالا تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکاست که دوباره بار استیزاه می که اگر مطابق برنامه دموکرات ها و تعدادی از جمهوری خواهان پیش برود پایان زندگی سیاسی او خواهد بود پایان دوره ترامپ طرفداران او ایرانی او را در چه وضعی قرار می خصوصا جریان ها و چهره که به سیاست فشار حد اکثری او امید بسته بودند مثلا براندازها ها را در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از شهر واشنگتن مهدی فتاپور عضو اتحاد جمهوری خواهان از برلین آلمان و امین سوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از ایندیانا ای آمریکا خوشامد میگم به هر سه میهمان این برنامه اجازه بدید که سال اول رو از آقای سوفیا مر بپرسم آقای سوفیا مر شما از جمله کسانی بودید که به نظر می اومد با سیاست های آقای ترامپ همراهید موقعیت و نظر او رو درباره ایران تا حدی یا تا حد زیادی تایید میکنید حالا که کار او به اینجا کشیده چی فکر میکنید ببینید من, من حامی آقای ترامپ و تمام سیاست سیاستهاش یا منش یا روشش نبودم من موافق فشار حد اکثری بودم که فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی میتونه یک به اصلاف فضای تنفسی برای مخالفان به وجود بیاره که, که بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند شما اگر که اصلاح طلب که باشید باید بپذیرید که جمهوری اسلامی تا خودش رو لب پرتگاه نبینه و تا اون عمق سقوط رو درک نکنه به اصطلاح آمیانه بر سر عقل نمیاد و آدم نمیشه اگر که شما حتی اصلاح طلب هم هستید باید با دستکم در سطح استراتژیک با این به اصلاح روی کرد موافق باشید که جمهوری اسلامی رو تا لب پرکا بیارید و بگید که اگر که شما رفتارتون رو یا حکومتتون رو تغییر ندید و یا اینکه از قدرت کنار گیری نکنید این میلیون ها انسان هم مخالفن و خشبین و مشخص نیست چه آینده ای برای شما در نظر خواهند گرفت بنابراین من آقای ترامپ رو تنها یک فرصت در کنار عوامل دیگه میدیدم که فکر می کنم البته اینجا به اپوزیسیونم اگر که ما همچین مفهومی رو بپذیریم که وجود خارجی داره که من شکل دارم از این فرصت استفاده نکرد و این فرصت تلف شد آقای خلیجی شما چی فکر می کنید پایان آقای ترامپ به این شکل پایان این دورهش و حتی احتمال هم داره که به زندگی سیاسیش پایان داده بشه از جهاتی چه اثری میگذاره بر کسانی که در خارج از ایران بودن عمدتا و به این فشارها اونطور که آقای سوفیا مهر گفت امید بسته بودند ببینید سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ به هیچ وجه هدفش تغییر رژیم در ایران نبود بلکه کشیدن ایران پای میز مذاکره بود به عبارت دیگه آقای ترامپ هیچ مشکلی با نظام جمهوری اسلامی نداشت اگر جمهوری اسلامی قبول میکرد که پای میز مذاکره بنشینه و بر سر مسئله هسته مسئله موشکی و همینطور دخالت ایران در منطقه مذاکره کنه با آمریکا یک سوء تفاهمی وجود داشت بین برخی از کسانی که خودشون رو برانداز میدونستند و همینطور دولت ترامپ دولت ترامپ هم بدش نمی آمد که در ظاهر حداقل تظاهر بکنه به اینکه از برخی گروه ها حمایت میکنه به دلیل اینکه باز فشار بیاره برای ایران که ایران نه اینکه حکومتش برفته و نظام دیگری جای اون رو بگیره بلکه برای اینکه بیاد بر سر میز مذاکره بنشینه بنابراین ما در مورد ترامپ نباید فکر کنیم که هدفش تغییر رژیم بود یا کسانی که به او امید بسته بودن امیدشون واهی نبود آقای فتا پور شما چی فکر میکنید؟ هدف ترامپ این بود که جمهوری اسلامی رو بر روی میز مذاکره بنشونه همه این حرفها به خاطر همین بود؟ سیاست آقای ترامپ تغییر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و همراه کردنش با سیاست که مورد نظر ایشون بود بود ایشون به مسائلی مثل مسئله دموکراسی و حقوق بشر موضوع مورد توجه نبودش ولی کن در مورد سوال شما این موضوع بحث از دو زاویه میشه وارد شد یک زاویه همین زاویه یه که دوستان هم وارد شدن یعنی نتایج سیاسی لحظه بخشی از اپوزیسیون ایران با این تصور که با اتکاب این سیاست میتونن رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و قدرت رو در دست بگیرن با این سیاست متحدین آی ترامب یعنی عربستان و اسرائیل حمایت کردن تایید کردند و متکی شدن حتی و طبیعتاً با تغییر این سیاست این بخش از اپوزیسیون ضربه سنگینی میخوره و کلا یک بار دیگه این تکیه این مسئله بیشتر مورد مطرح میشه که متکی شدن به سیاست خارجی کشورهای دیگه برای تغییر در ایران کار نادرستی است و بهرهگیری یا استفاده کردن یا تقویت به رابطه گرفتن با وضعیت بین المللی برای دموکراسی و حقوق بشر صحیح ولی متکی شدن به سیاست ها و اینجور اتکایی که وجود داشت تایید تحریم ها در اون ابعادی که وجود داشت اینها در ضربه سنگینی میخورند زاویه دیگه بحث استراتژی که میتونم بعدا بهش بپردازم مثلا آقای صوفیا شما در مورد خود اپوزیسیون هم به نظر میومد که تردید دارید ببینید اجازه بدید در علوم اجتماعی تفکیک میان هدف رفتار ما و نتیجه رفتار ما یا بعضی موقع به اون پیامد ناخواسته میگن فشار حد اکثری بله هدف فشار حد اکثری تغییر نظام نبود ولی هیچ کس نمیتونه تضمینی بده نسبت به پیامدهای ناخواسته یک استراتژی و یا یک رفتار سیاسی آقای ترامپ میتونست این در فرزند در دوره دوم این فشار حد اکثری رو تداوم بده هدفش نه تغییر نظام بلکه تغییر رفتار نظام باشه ولی پیامد ناخواسته اون بشه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی این این دوستان نباید این دو تا موقعیت رو با هم دیگه خلط بکنن مسئله دیگه اینه که ببینید وقتی ما از فشار حد اکثری صحبت می کردیم از،, از تروریسم، از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی صحبت می‌کردیم جمهوری اسلامی شوروی نیست ولی شباهت‌هایی با اون داره نظامهایی رو مثل جمهوری اسلامی شما اگر دست و, پایش دست و پای اون رو در منطقه کوتاه بکنید موجب تضعیف درونی اون شینا متاسفانه بخشی از دوستان به این مسئله استراتژیک توجه نمی‌کنند و این رد رت میدن که تکیه کردن با آمریکا و اسرائیل و بنسلمان بن و اینا مسئله این نیست اپوزیسیون اگر که در مورد سرشت جمهوری اسلامی به آنچه میگوید باور دارد که این نظام نظامی ای اصلاح ناپذیر و این نظامیه که به, به هیچ وجه بر سر عقل نمیاد باید ابزاری رو که میخواد به دست بیاره و استراتژی هایی رو که به دست بیاره متناسب با اون دریافتش از ماهیت جمهوری اسلامی و اهدافش باشه تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گذاب مگر اسباب بزرگی همه آماده کنه اپوزیسیون متاسفانه خواسته ها و آرزوهاش اینجاست ولی از لحاظ استراتژیک و سخت افزاری در این حده و یک, یک فقر استراتژیک و یک فقر سخت افزاری فلج کننده اپوزیسیون دوچاره شده و نه تنها دوچاره شده اصولا قادر به فهم این وضعیت استیصال نیست و این نگران کننده است آقای خلجی حرف آقای سوفیا مهرینه که تقریبا امید بستن به اصلاحات در حکومت امیدی واهیه و شاید هم نشه بدون کمک بیرونی در رفتار حاکمیت تغییر ایجاد کرد و ممکنه که این فشارهای بیرونی هم به فروپاشی بیانجامه که چیزی جز, غیر جز همون تغییر رژیم نیست من با چند نکته که ایشون گفتن موافقم یکی اینکه اپوزیسیون ما به معنای حقیقی نداریم و اگر هم داشته باشیم انقدر دچار فقر فکری و فقر استراتژیک هست که اصلا قابل ذکر نیست و تهدیدی برای جمهوری اسلامی نبوده و نیست مگر ما در قالب سازمان مجاهدین خلق صحبت بکنیم که اصلا اون داستانش جداست ولی جدای از اون ما یک سری آدمایی داریم که صحبت میکنند، حرف میزنند. شلوک میکنن نه اینا رو بهشون اپوزیسیون نمیگن اپوزیسیون یعنی یک گروه س... یک سازمانی که منسجم باشه فکر داشته باشه ایده داشته باشه ایدئولوژی داشته باشه برنامه داشته باشه رهبر داشته باشه اینها ما نداریم اینها شوخی است ما وقتی راجع به اپوزیسیون صحبت میکنیم باید توجه کنیم که به چه معنای دقیقا صحبت میکنیم ما مخالف جمهوری اسلامی زیاد داریم ولی مفهوم دقیقی که در علوم سیاسی ازش صحبت میشه نداریم این یک نکته من با ایشون موافقم نکته دوم این هست که در جمهوری اسلامی اصلاحات به وقوع نخواهد پیوست این هم من معتقدم جمهوری اسلامی اصلاح نیست اما این نکته را هم توجه بکنید که جمهوری اسلامی یک جمهوری یک نظام نیست که به خودکشی فکر بکنه یعنی اینکه زمانی که فشارهای خارجی افزایش پیدا میکنه یا فشارهای داخلی افزایش پیدا میکنه برای جمهوری اسلامی بقا خیلی مهم هست و غریزه بقاش خیلی خوب کار میکنه یعنی میتونه که خودش رو حفظ بکنه در بدترین شرایط شما فشار حد اکثری بر روی جمهوری اسلامی بگذارید ممکنه که جمهوری اسلامی فقیرتر باشه اما لزوما از بین نخواهد رفت یعنی میتونه در شرایطی کنار بیاد انعطاف پذیری داشته باشه و همونطور که ما دیدیم در سال 2011 مثلا فشارها وقتی که شروع کرد به افزایش این وضعیت ایران در منطقه خیلی بد شد بشار اسد در حال سقوط بود در پی شورش که در سوریه شده بود تحریم‌ها یک نظام جدیدی از تحریم‌ها رو آقای اوباما وضع کرده بود بنابراین شرایط خیلی برای ایران سخت بود ایران پای میز مذاکره اومد بر اساس همون منطق هم بود که ترامپ تصمیم گرفت سیاست فشار حداکثری رو پیش بگیره بنابراین اینطور نیست که ما فکر کنیم اگر بر جمهوری اسلامی خیلی دولت های خارجی فشار بیارن لزوما جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد مثل خب آقای فتاپور یک نکته ای که کم و بیش بین آقای مر و آقای خلجی مشترک است این است که گویا ما اپوزیسیون به اون معنا نداریم بیشتر افراد هستند که حرف میزنن شما از با از در حقیقت مجموعه گاهی وقتا نمایندگی میکنید به نام اتحاد جمهوری خان که اینا خب سال هاست حرف از فعالیت تشکیلاتی و منسجم علیه جمهوری اسلامی میزنند بله این بحثی که دوستان باز کردن موضوع بحثمون رو تغییر میده خب من با نظر اینا دوستان موافق نیستم و فکر میکنم اطلاعاتشون محدوده احتمالا ولی کن صرف نظر از این بحث ببینید صحبتی که مطرح میشه ما اگر وارد بحث این بشیم در آینده چی میشه استراتژی برای تغییر در حکومت ایران چی هست چه نکاتی رو باید مورد توجه قرار بدیم اینها بحث گسترده تریه یه سیاستی پیش رفته چهار سال پیش رفته یه نیروی از اپوزیسیون ایران متکی شده به یک سیاستهایی که این سیاستها نتیجهش یعنی این اعمال فشار حداکثری و این ها نتیجهش این بوده که وضعیت مردم در جامعه ایران بسیار بدتر شده تو حکومتم راست تقویت شده خب این سیاست غلط بوده این سیاست به سود جامعه ایران نبوده و کسانی که متکی شدن به این فشار و به جای تاکید بر مبارزاتی که در داخل جریان داره بر این رو حربه گرفتن برای پیش برد اینها طبیعتا دچار دو دشواری مشکل خواهند بود در دوره‌ای که به هر حال هر چند فشار روی آن آقا آقا آقای, آقای فتح فتح چه شواهدی دارید وقتی میگید حکومت قوی تر شده ما میدونیم که منابع مالیش محدودتر شده ما میدونیم که در منطقه بیشتر تحت فشاره گفتم جریان راست در حکومت قوی تر شده سیاستی که پیش بردن جریان راست رو در ایران تقویت کرده و امکانات و همینطور هم وضعیت رو ولی جریان بلی... راست <applause> که زمانی هم بوده که در ایران قدرت کمتری داشته باشه نه امروز کاملا مسلط شده جریان راستترین و افراطی ترین نیروها امروز تمام مجلس رو در دست دارن ما همیشه جناهای دیگه ای داشتیم همیشه نیروهای متعددی داشتیم امروز نسبت به تمام دوران جمهوری اسلامی سیاست جمهوری اسلامی افراطی تر نیروهایی که در رأسش هستن راستر و منفی تر است در قسمت بله بل از این موضوع به عزت میخوام من یه نکته دومی را بگم که دقیقاً من میخواستم بهتون بگم که اون نکته دومتون مون بفرمایید الان توضیح بدید بله ببینید ما پدیده ترامپ در بحثی که مطرح میشه بحث ایران متمرکز میشه و آقای ترامپ پدیده ترامپ یک پدیده جهانی است یعنی یک اتفاقی در جهان افتاده در سی سال اخیر به نام به نام گلوبالیزاسیون مطرح میشه و این اتفاق جهان رو دگرگون کرد سرعت رشد رو بسیار بالا برد تصاعدی بالا رفت در جهان بخشی از کشورهای ضعیف فقیر در آسیا آف، آفریقا آسیا و آمریکای لاتین مثل مثلا چین رشد کردن چین شد قدرت دوم جهان هندوستان مرکز اینفورماتیک شد سامسونگ موبایلش قوی ترین بیشتر از همه فروش داره نمیدونم و و و برزیل شده نیروی هفتم جهان و غیره در این حال یک شکاف های طبقاتی عظیم گسترش داد مشکلات بسیار دیگری هم پدید آورد یک شورشی از زاویه راست از زاویه راست افراطی علیه این جریان در کل جهان صورت داره میگیره. ترامپ هم کنار میره ما سی چل درصد در آمریکا مخالفن با, با همین ایده های ترامپ مطرحن مسئله ای ایران یه چیز کوچیکی از این مجموعه سیاست های ایشونه همینطور در اروپا 20 درصد اینها رأی دارن در تمام کشورهای اروپا در برزیل قدرت رو دارن در هندوستان قدرت رو دارن در مجارستان قدرت رو دارن در لهستان قدرت رو دارن این فکر این ایده ای که با, ای با ای ترامپ معرفی میشه و بنابراین یک چنین پدیده ای رو ما در جهان خواهیم داشت ما با این پدیده نیستیم که بگیم راست افراطی از بین رفت در ایران ما ای که امروز باش مواجه هستیم اینه که در ایران درسته که از نظر پایه های شکلگیری ایدئولوژیک و غیره متفاوتن ولی یک نیروی امروز در ایران وجود داشته در تمام این دور که کاملا از نظر عملکردش مشابه همین پدیده است همسویی از جنس این پدیده است که امروز قدرت قوی داره در ایران و نسبت به گلوبالیزاسیون مخالفتش با لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و همه این چیز اصلی که این پدیده رو باش میشناسیم در ایران امروز در رس قدرت یعنی یک جریان راست افراطی که در جهان قدرت داره در ایران حضور داره در اپوزیسیون هم قطعا یه چنین نیروی حضور خواهد داشت این در این دوره بود تضعیف خواهد شد ولی من معتقدم حضور خواهد داشت و ما با یک چنین پدیده‌ای به دلیل وجود حکومت که تنشها رو این وجود یک چنین نیروی در حکومت تنش ها رو ادامه خواهد داد ما با یک پدیده‌ای که هم بسه. پیوندی داشته باشه با این پدیده ای آقای ترامپ در ایران ادامه خواهد داشت حیاتش آی سوفیا میرمن دیدم که سرتون رو تکون میدید ظاهرا موافق نیستید با حرفای آقای فتاپور من نه تنها موافق نیستم بلکه نمیتونم تاسف خودم رو پنهان کنم که ما هیچ درسی از اون نکبت 57 نگرفتیم و هنوز همون حرفای ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی و راست افراتی و این چیزها رو ببینید چپ در آمریکا ندیدید مگه شما چه, چه در در ایالت هایی که به اصطلاح تحت مدیریت چپ ها بود شما مگه ندیدید مردم رو میکشتن تو خیابون بیزنس ها و نمیدونم مغازه ها رو آتیش میزدن چه وضعیتی به وجود شما از راست افراطی ببینید محکوم اون حمله به, به ساختمان کنگره آمریکا ولی تمام محافظه کاران آمریکا یک صدا اکثر شما حتی پمپا رو نگاه بکنید خود ترامپ محکوم کرد شما از راست افراطی حرف شما چرا رفتار چپ ها رو نمیبینید ببینید این حرفها ایدئولوژی ربطی هم به واقعیت سیاسی نداره اولی که ما ایرانی هستیم اگر منافع کشور ایران برامون در اولویت داره دیگه نمیتونیم بار جور جهان رو به دوش بکشیم اینکه میشه شکل چپ مارکسیستی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی هم میخواد بار مستضعفان جهان رو بردوش بکشه بر نکبت و نکبت رو بر ایران حاکم کرده آخه ما کی دیگه کی میخوایم درس بگیریم از این از این ایدئولوژی ورشکسته باز تکرار باز تکرار و باز دیگر... که بحثمون رو متمرکز نگه داریم بر روی آینده اپوزیسیون خصوصا اون بخشی از اپوزیسیون که کم تکیه تکیه کرده بود به این جریانی که آقای ترامپ را انداخته بود خب آیا خلیجی چند بار آمریکا تا لبه یک درگیری نظامی در دوره آقای ترامپ پیش رفت با آمریکا هر کدوم اونها اگر اتفاق می ممکن بود که به تغییر رژیم در ایران بی انجام اگر چه خب آ، آ، نتیجهش معلوم نیست که به کجا میخواد بکشه آیا فضا به نظر شما به گونه ای عوض شده که دیگه همه گزینه ها روی میز نخواهد بود بعد از ترامپ ببینید تا جایی که من اطلاع دارم تا جایی که من می‌فهمم سیاست دولت‌های آمریکا به ندرت در شرایط بسیار بسیار نادری تغییر رژیم در ایران بوده خب طبیعتاً آماده این آمادگی برای این وجود داشته که اگر تهدید نظامی از سوی جمهوری اسلامی انجام میشه اگر جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید تنگه هرمز رو ببنده خطری برای که به ناوها و ها در خلیج فارس وجود بیاره خب مقابله کنن این همیشه این آمادگی از جانب آمریکا وجود داشته ولی اینکه واقعا سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران باشه نیست ام البته اینو من بتون به شما بگم رهبران ایران اینجوری فکر نمیکنن رهبران ایران دوچاره مخصوصا شخص آیت الله خامنه ای دوچاره پارانویاست همیشه معتقد هست که در مورد مثلا فرض کنید در مورد اوباما صریحا گفت که این یک دست آهنین هست که زیر یک دستکش مخملی آقای خلجی اگر بتونه آمریکا در ایران تغییر رژیم رو انجام بده پیامد چندانی هم نداشته باشه چرا نباید بهش فکر کنه اولا که نمیتواند انجام بده تغییر رژیم در ایران اگر آمریکا بخواد انجام بده بعد از طریق نظامی باشه و از طریق نظامی بسیار پیامت های بسیار مهیبی خواهد داشت برای جامعه ایران برای منطقه و برای خود آمریکا و برای یک فاجعه جهانی خواهد بود این اولا و ثانیا اینکه چون, این چون این کاری هیچ موقع تغییر رژیم در ایران هیچ موقع بدون یک نیروی داخلی نمیشه انجام داد یعنی اینکه حتی فرض بکنید که در سال 57 دولت آمریکا در شرایطی موافق بوده با اینکه شاه بره به خاطر اینکه یه انقلابی در جریان بوده یه اتفاق در داخل خود کشور داشته میفته یا چیزی وجود نداره در ایران هیچ نیروی قوی وجود نداره که بخواد تهدیدی برای بقای نظام جمهوری اسلامی باشه که آمریکا بخواد از اون حمایت بکنه دولت‌های خارجی میتونن از یک اتفاقی که در داخل میفته حمایت بکنن ولی اگه اون اتفاق نیفته صرفا دولت های خارجی قادر نیستن که از راه دیگه در حقیقت نظام رو عوض بکنن اتفاقی که در داخل باید بیفته آیه فتا شما گفتید که در گذشته در ایران در جمهوری اسلامی البته تکسر بوده الان جناه راست تندرو قدرت رو قبضه کرده داره هم بیشتر قبضه میکنه آیا رفت رفتن آقای ترامپ و اومدن آقای بایدن ممکنه فضا رو به سمتی پیش ببره که جناه بندی های داخل یک مقداری تقویت بشه به این معنا که رقابتی ایجاد بشه یا اپوزیسیونی که در داخل هست منتقدانی که در داخل ایران هستند اونها مجال بروز پیدا بکنند؟ من نمیتونم این سوال شما رو قطعا جواب بدم خیلی پارامترها بستگی داره خب این که آیا میتونه در آینده چنین اتفاقی بیفته قطعی نیست کما اینکه بهبود رابطه ایران و آمریکا هم نمیشه قطعا گفت به دلیل هم مشکلاتی که بهش اشاره کردم در غرب وجود داره و هم به دلیل وضعیتی که در ایران وجود داره و سیاستی که پیش میره و امروز سیاستی که حاکمیت داره بنابراین سوال شما سوالیه که برمیگرده به روندهای آتی و از امروز نمیشه جواب داد ولی اونچه مسلمه اینه که در این چند سال روندها در این چند منفی بود حالا در آینده آیا بتونین این روندهای منفی بهش غلبه بشه یا نه و راههای متنوعی برای تحول در ایران باز بشه باید منتظر بود ولی راجع به صحبتایی که آقای صوفی کردن به من نمیدونم شما کدوم ایالت‌های آمریکا رو میگید که چپ درش قدرت داشته ولی این پدیده که آقای ترامپ بخشی از سیاست هایی بوده که در یک دوره اومده و اعتراض کرده و شورش کرده در یک سیاست هایی که خود آمریکا در سی سال اخیر پیش برده این یه پدیده است که خودشون هم میگن در اروپا هم ما همین پدیده رو داریم در آلمان حزبی داریم 20 درصد هم رأی داره همین حرفا رو میزنه همم هم در آلمان بهش میگن راست افراطی راست پوپولیست ناسیونالیسم افراطی از این واژه ها میگن در فرانسه خانم لوپن هست همین حرفا رو میزنه در برزیل هم یک رئیس جمهوری داریم همین حرفا رو میزنه در لهستان هم یک در مجارستان هم یک رئیس جمهوری داریم همین حرفا رو میزنه یک پدیده است این پدیده رو خب شما ممکنه باش همسو باشید این پدیده یکی از خصوصیاتش اینه که خودش اعلام میکنه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی اینها پایه های همه اشکالاتی بوده که در این دوران به وجود اومدن خب این پدیده طبیعتا همونجوری که شما دفاع میکنید حتما کسانی هستند که مثل شما با چنین پدیده ای با آقای ترامپ بعد از حتی سا 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 ساکت شدنش فکر کنم فقط یک اشتباهات کوچیکی بود و با این پدیده همسو باشه این سال کوچک هم اینجا پیش میاد به تحول دموکراتیک در ایران خواهد خب. شما فکر که با رفتن آقای ترامپ پدیده ترامپیسمی که ابعاد بین المللی پیدا کرده این هم رو به شکست خواهد بود این پدیده قدرتمنده با قبل از آقای ترامپ به وجود اومده بعد از آقای ترامپ هم خواهد بود و به عنوان یک پدیده ای که امروز در جهان در کل جهان حضور داره به عنوان یک پدیده ای که اعتراض داره به روندهایی که داره پیش میره از موزه راست این پدیده وجود خواهد داشت طبیعتا حضور آقای ترامپ در قدرت وقتی در آمریکا یک رئیس جمهوری در قدرت باشه که تمام تعهدات بین المللی رو بخواد زیر سوال ببره که خود آمریکا پای گزارش بوده اسحب. وقتی ایشون نباشه طبیعتا تعهدات بین المللی تقویت میشه طبیعتا کشورهای مثل آمریکای لاتینی مثلا مثل برزیل که در تغییرات جدید یک رئیس جمهور جدیدش همسو آقای ترامپ هم سر کار اینها خب اگر نبود این اتفاق معلوم نبود بیفته طبیعتا این پدیده ده. هم در ایران هم در جهان تضعیف میشه ولی وجود خواهد داشت و هم فکران کسانی که فکر میکنن این سیاست فشار حد اکثری و متکی شدن به دولت مثلا آقای ترامپ و فشار آوردن به بایدن که نکنه سیاست دیگه ای پیش ببره در مقابل ایران اینها میتونه عمل بکنه اینها هم هم وجود خواهند داشت بسیار آقای سوفیا آمیر این شکست مقطعی یا دست کم فعلی پدیده ترامپیسم در حالا سطحی بین المللی اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم روی اون تعداد از افرادی یا چهره که جایگاه اپوزیسیون رو پیدا کردند در خارج از کشور که امید بسته بودن به این حرکت ها چه اثری میگذاره مثلا اگر بخوایم خیلی واضحتر صحبت بکنیم افرادی مثل شما یا افرادی که خیلی طرفدار تغییر حکومت یا براندازی یا تغییر رفتار ایران به شکلی بسیار رادیکال بودن جمهوری اسلامی اینا به قطع میدونن که بدون کمک خارجی بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد بود در چه وضعیتی قرار میگیرن چه،, چه به کجا میتونن اینها مراجعه بکنند ببینید من از جانب خودم میتونم حرف بزنم کسانی که از ترامپ دفاع کردن ایرانیانی که از ترامپ دفاع کردن به اصطلاح دلایل گوناگونی داشتم. من صرفا به خاطر فشار حد درک سری بود اینکه فشار حد درک سری شکست خورد این فشار حد درک سری نه چهار سال دو سال و نیم بود سر تا پش. و این گونه سیاست ها اگه بخواد جواب بده یه بازی زمانی 8 ساله ده ساله رو میخواد مثلا در مورد شوروی یه همچین بازی زمانی رو آمریکا در نظر گرفته بود و اینکه در آینده چی پیش میاد ما واقعا نمیدونیم ما میتونیم بر اساس فکت ها امروز رو تحلیل کنیم ولی خب زبانی رو نباید به کار ببریم خب اگر بر اساس فکت ها بخوایم امروز رو تحلیل بکنیم کمتر از یک هفته دیگه آقای پمپو نیست آقای ترامپ نیست اینها در کاخ سفید نخواهند بود اینها کسانی بودند که مثلا وقتی در توییتر یک چیزی می نوشتن، طرفداران براندازی مخالفان بسیار سرسخت جمهوری اسلامی به شرف می آمدن. بعد از این چه, چه اتفاقی می بله متاسفانه پمپو بهاری بود که بگذشت ولی خب ببینیم اپوزیسیون به نظر من باید چندین کار بکنه تا بر اون فقر استراتژیک و سازمانی غلبه کنه یکی اینکه هدف گذاری کنه اگه هدفش کنار زدن جمهوری اسلامی این تعارف نداره یک سری اصول رو باید رعایت کنه یک سری ابزارهایی به دست یعنی کار تشکیلات رو سازمانی کنه صندوق مالی داشته باشه باید دسترسی به رسانه ها داشته باشه و یا یعنی اینکه خودش رسانه معتبر و حرفه رو تاسیس بکنه لابی در آمریکا و اروپا داشته باشه و همچنین تعارف نداریم در در سیستم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بتونه نفوذ کنه اون کسانی مشکل اپوزیسیون رهبری نیست مشکل اپوزیسیون نداشتن سرباز پا رکابه که بخواد جانفشانی کنه البته در ایران جانفشانی شده اما نه در ارتباط ارگانیک با اپوزیسیون آقای خلجی پومپو آقای پومپو بهاری بود که بگذشت من تصور نمی کنم که فشارهایی که تا کنون وجود داشته بر ایران به راحتی این فشارها از بین بره یا اینکه سیاست آقای بایدن در عمل نه در لفظ کاملا مخالف با سیاست ترامپ باشه ما میدونیم که آقای اوباما در زمان خودش یک رژیم تحریمی رو علیه ایران وضع کرد که تا اون زمان بی سابقه بود و این دولت دموکراتی بود که از ابتدا وقتی که آمد اولا نارنامه محرمانه که به آقای خامنه نوشت از جمهوری اسلامی سخن گفت به این معنا که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت اولین رئیس جمهوری بود که این کلمه رو در مورد جمهوری اسلامی به کار برد رئیس جمهور آمریکا و ثانیا این بود که سیاست سیاست مذاکره بود اساسا بنابراین این که سیاست آقای بایدن سیاست مذاکره هست به این مفهوم نیست که فشارها برای ایران کاهش پیدا کرد خواهد پیدا کرد لزومن چنین نخواهد بود بستگی داره به اینکه ایران چه رفتاری بکنه و بستگی به این داره که ایران چقدر کوتاه بیاد در کجاها کوتاه بیاد و اگر ایران بخواد همین سیاست ها رو به همین شیبه پیش ببره من تصور نمیکنم که فشارهایی که بر ایران هست کاهش پیدا بکنه این احتمال هم حتی وجود داره که کاهش افزایش پیدا بکنه و آقای فتاپور شما چی فکر میکنید؟ سال آخر از که با این بحث رو میبندیم؟ ببینید ایران نیازمند اینه که روابطش رو با دنیا و با کشورهای غربی دگرگون بکنه و اگر این کار رو نکنه ما همونطور که در سی سال اخیر به جای اینکه در شرایطی که در سی سال اخیر کشورهای سطح ایران مثلا فرض کن ترکیه همسایه ایران که نصف ایران در آمده سرانش بود به دو نیم ایران میشه یعنی 400 درصد نسبت به ایران روش میکنه همینطور شما کره و دیگران رو من مثال نمیزنم در نظر بگیرید همین روند ادامه پیدا میکنه و ما رو به سراشیبی میریم بنابراین مسئله اصلی اینجاست اعمال فشار هم رو ایران وجود خواهد داشت به همین دلیل ولی شرایطی که آقای بایدن اومده شرایط مساعدی است که اون کسانی که اگر بخوان حتی برای حفظ خودشون تغییر سیاست خارجی رو مورد نظر داشته باشن بتونن در این شرایط چنین چیزی رو مطرح بکنن ولی تا این لحظه متاسفانه مسئولین اصلی رژیم سیاستی تکیه میکنن که ما با مشکلات جدید کشور ما مواجه خواهد بود اعمال فشار روی ایران هم با آقای ترامپ شروع نشده آقای اوباما هم که گفته شد شروع شده و ادامه هم خواهد داشت اروپایی هم همیشه فشار آوردن و مسائل همگی یه زیادیش هم بستگی به سیاست دولت ایران خواهد داشت در دوره آتید. سپاسگزارم از مهدی فتاپور امین صوفیا مهر و همینطور مهدی خلجی و اما فضای سیاسی افغانستان شاهد سه نمایش همزمان است صحنه خونین از خط اول نبرد در شمال جنوب افغانستان چهره های آرام پشت میز مذاکره در دوه قطر و فضای سیاسی ملتهب در کابل که با بحث های داغ در مورد ادامه حکومت فعلی یا دولت موقت و چند و گفتگوهای پشت پرده برای یک توافق سیاسی با هدف تقسیم قدرت در این گیرودار می شود امیدی به مذاکره و گفتگو بست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قاطعانه با دولت موقت مخالف است آمریکا هم میگوید چنین طرحی در میان نیست در این صورت چقدر میتوان موضوع را جدی گرفت در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با امین احمدی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر و طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در ژنو سوئیس بذارید که سوال اول رو از آقای احمدی بپرسم در قطر به خاطر اینکه اتفاقات زیادی گویا در اونجا میفته مذاکرات دور تازه شروع شده ولی شما بگید آقای احمدی که از نظر شما این موضوع دولت موقت که الان محل بحث های زیادی در کابل هست چقدر جدی است آیا هیچ خبری در دوهای قطر هست در این باره سلام بر شما و بینندگان عزیز شما جواب کوتاهی است که فعلا خبری از دولت موقت در دوهای قطر نیست یعنی یک موضوع جدی نیست در اینجا جواب کوتاه همین است که کمی از شما در مورد حال و هوای مذاکرات هم بپرسیم بر حال بسیاری از نگاه ها به اونجا دوخته شده دور بعدی مذاکرات به چه شکل داره انجام میشه سر چی اصلا دارید بحث میکنید فعلا یک توافق ابتدایی روی آجندا حاصل شده ان در مذاکره که ان از هفته ای که پیش رو داریم شروع خواهد شد روی آجنداست ان یعنی ما داریم روی مسائل اساسی که در آجندا پیش بینی شده بس خواهیم کرد ضمن این اگرچه در مذاکرات رسمی گفتید که حرفی از دولت موقت نیست ولی شما مدت هاست که با طرف طالبان گفتگو کردید میدونید که اونها بر موضع خودشون سرسختی میکنن شما هم بر موضع خودتون سرسختی میکنید آیا در شکل غیر رسمی در ها در دالانها درباره یک راه حل سوم هم فکر میکنید چیزی بین نظر شما و نظر طالبان طبیعی است البته فکر همیشه باید وجود داشته باشه ما باید به دنبال یک راه حل باشیم چنین چیزی طبیعی است اما اینکه این موضوع و یک حتی و یک گفتار غیر مستقیم میان یعنی ما و طالبان تبدیل شده باشه تا هنوز نه بسو. چیزی وجود نداشته آقای فرهادی شما ایده دولت موقت نظری که این طرف و اون طرف مطرح یا بحث هایی که جریان داره رو چقدر جدی میدونید؟ آقای احمدی میگن که دست کم در مذاکرات حرف و حدیث چندانی درباره اون نیست. سلام بر شما با آقای احمدی و با بینندگان عزیز. یک جنگ که هیچ جناح برنده نداشته باشه مجبور هستیم که یک راه حل سومی برش پیدا کنیم و متاسفانه حقیقتی است که صلح دلخواه امکان ندارد و به هر صورت باید که یک راه حل میانه و میان بیاید که شاید طالبان همه چیزهایی که میخوان برشان نرسه و شاید جناح جمهوریت همه چیزهایی که برشان میخوان نرسه و او راه حل میانه ضرورت داره به اکتورهایی که کار حکومت پیش ببرن کار دولت پیش ببرن و او اکتورها در یک کدر باید بیایند، در یک چوکات باید بیاین که او یک چوکات عبوری باید باشه اسمش هم گبوری که عبوری بانین اعتلافی بانین موقت بانین کابل بسیار راجع به ای حساس است اما بیرون رفتن از این بحران به این شکل که می یک جنگ که تقریبا دو دهه ادامه یافته امکان از این دیده نمیشه که طالبان بیاین و زیر امر رئیس جمهور فعلی افغانستان و کار شروع کنن یا ایست که رئیس جمهور فعلی افغانستان زیر امر طالبان به کار شروع کنن باید باید. اگر بیپرده تر صحبت کنیم آقای فرهادی شما در جایی گفتید که نظرهای متعددی سناریوهای متعددی مورد بحث تقریبا هم توافق شده و میرن این توافق رو به قطر ارائه میکنن جایی که آقای احمدی نشستن و در این جمع تایید اونها رو میگیرن شما اصطلاح تاپه رو به کار بردید که اونها هم تاپه میکنن و کلا فضا رو به یک نمایش تشبیه کردید بله دلیل از این است که نکات جنجالی بین دو جناح زیاد هستند یعنی سیستم قضایی چی, چی،, چی رقم باشد رهبر کی باشد حکم فرمایی چی رقم باشد جامعه چی رقم باشد حقوق زنان و اگر ما این را که در قطر مذاکره کنیم شاید یک سال بگیرد و چون افغان ها را شاید یک قرن بگیرد و پس کسانی که این مذاکرات ترتیب میتن که دوستان خارجی ما هستن امریکای ها و دیگران اینا مجبور هستن که بعض نکات انتخاب کنن و در یک اتاق دیگر یک در اتاق ده و با باز نت... نتایج برسن و بعد از اویر بیاین بتن به دوستان قطر ما که این است نکات که به نتیجه رسیدیم یعنی قطر یک نمایشگاه است اما جای تولید یک جای دیگر است آقای احمدی چقدر با این نظر موافقید؟ جای دیگه تصمیم گرفته بشه و شما اون رو رسمی بکنید یا به جهان عرضه بکنید؟ ما خود تصمیم میگیریم ما کوشش میکنیم که تصمیم بگیریم و تصمیم گیرنده باشیم و راه حل پیدا کنیم ما برای همین تلاش میکنیم اگر احیانا مقاومت هم صورت میگیره در همین راستا هست من خدمت شما عرض کنم که پیش از اینکه ما بحث از دولت موقت کنیم اساسا یک سلسله خواسته های اساسی وجود داره که روی اون خواسته های اساسی توافق ایجاد شود جانب طالبان خواسته های اساسی که برای مردم افغانستان حیاتی است مردم افغانستان به عنوان مردم افغانستان افغانستان به عنوان یک دولت ملت برایشون اساسی و حیاتی است روی اینها به یک نو توافق اساسی ایجاد شود در پیوند به این توافق اساسی است که ممکنه بحث شود روی یک دولت مشارکتی مشترک بین طالب و جمهوریت تا وقتی که ما به اون نقطه نرسیدیم اساسا بحث از دولت موقت یا عبوری پیش از وقت هست ما کوشش میکنیم که خود ما تصمیم گیرنده باشیم و سازنده آینده افغانستان خیلی خوب ما تا جایی که میدونیم سه ماه گفتگو شد بر سر دستورالعمل یا طرز العمل یا شیوه کار گویا توافقی اجمالی حاصل شد نقشه راه شما مشخص است شما که در قطر روبروی طالبان قرار میگیرید و الان هم بسیار نزدیک هستید به, اونها چی کار میخواید بکنید؟ از کجا میخواید شروع بکنید؟ به کجا میخواید برسید؟ کوشش اولیه ما همونطور که خواست اکثریت مردم افغانستان هست یه هست که جنگ کنترل شوه جنگ وجود نداشته باشه در قدم نخست تا ما بتانیم در یک فضای آرام روی خواسته های اساسی جانبین و یک توافق برسیم خب برگ برنده طالبان آقای احمدی جنگ اونها چطور در ابتدای بازی برگ برنده خودشون رو واگذار بکنند بله هاز سیاسی بله همینطور هست اما طالبان در این عرصه با یک فشار مهم ملی و بین المللی مواجه خواهد شد خواسته های اساسی مخصوصا بر این که طالبان خود را گروه دینی و مذهبی میدانه بلحاظ دینی و مذهبی جنگ مشروعیت جنگ در افغانستان شدیداً زیر سوال رفته بسیار خوب همه اینها میتونه ابزار فشار و ابزار ایجاد صلح در افغانستان باشه ما باید به شکل موثر از همه این ابزارها برای ایجاد صلح در افغانستان استفاده بکنیم بسیار باید جنگ در افغانستان ادامه داشته باشه آقای فرهادی شما همچنین برداشتی دارید که طالبان تحت فشار شدید بین المللی از یک طرف و ملی از طرف دیگر هستند و همین کافی باشه یا در حقیقت در حد زیادی گروه طالبان رو وادار بکنه به اینکه وارد گفتگوهای جدی تری بشن که در یک زمان مشخص به نتیجه برسه طالبان از دو دهه هست که زیر فشار زیاد نظامی هستند و زیر هر گونه فشار هستند و امروز کمترین فشار از سرشان به خاطر که از نگاه دیپلماسی هم یک مشروعیت پیدا کرده امکان به این میره که آقای جوی بایدن وقتی که سر کار می آیا یا ایست که قرار داده به می شکل که امریکا بسته کرده تقریبا 11 ماه قبل قبول کنه و در صورت طالبا باز هم فکر می که مشروع هستند و به می منوال ادامه میدن یا ایست که آقای جوی بایدن می که قرارداد تغییر بده و طالبا امکان از که خشونت بسیار زیادتر بسازند با وجودی که در روی میز با آقای احمدی و همکارانش می باشند اما در افغانستان خشونت از این حد کم زیادتر بسازن امروز در افغانستان در حدود 35 نفر کشته می شه. در جاهای مختلف افغانستان بعضش مشهور است که ما در رسانه میخوانیم، خوانیم بعضش کسان است که گمنام هستند آقای احمدی بسیاری میگن که در جریان گفتگوها نه تنها خشونت در افغانستان کمتر نشده بلکه بیشتر شده نه تنها تلفات کمتر نشده بلکه بیشتر شده چه دلیلی دارید که میگید این فشارها ممکنه طالبان رو به جای سوق بده که در گفتگو با شما جدی باشند در گذشته ما چون روی امو طرز العمل صحبت میکردیم موضوع اساسی ما آتش بس نبود موضوع اساسی ما قطع جنگ و خشونت نبود چون طالبان به این مرحله ورود پیدا نمیکرد اما الان ما به این نقطه رسیده ایم بنابراین ما تلاش حد اکثری خود را در این زمینه انجام خواهیم داد امیدوار هستیم که مردم افغانستان و گروه های زنف در داخل افغانستان که همه از جنگ متضرر هستند و قربانی جنگ و خشونت هست از این فرصت تاریخی برای آوردن فشار روی طرف های جنگ استفاده بکنند و ما را رسیدن به هدف نزدیک کنند ما امیدوار به این نقطه هستیم و همینطور امیدوار هستیم که منطقه و جهان هم از فشار لازم استفاده بکنند تا ما بتانیم این خشونت ها نقطه پایان ببخشیم ما آمادگی کامل برای ایجاد یک راه حل و ایجاد توافق داریم عرض کردم که ایجاد توافق و رای حل وقتی به دست می آید که مردم افغانستان گروه های زینف آهاد مردم مطمئن شود که در آینده زندگی خواهند کرد که در اون آینده اونها تصمیم گیرنده باشند و یک نظام مبتنی بر رأی اونها و نظر اونها وجود داشته باشه تا این اطمینان به وجود نیایه و تا مردم از حقوق خود مطمئن نشه ایجاد یک دولت موقت یا هر عنوانی که ما به کار میگیریم در واقع پیش از وقت هست و ما رو ممکنه به یک آینده نامعلوم سوق بده ما نمیخواهیم که آینده ما به سمت نامعلوم سوق داده شود گفتید که حرف از یک دولت موقت پیش از وقت زود کمی ولی ما میدونیم که آمریکایی ها یک ضرب العجل دارن در حقیقت اونها میگن که ما تا فلان تاریخ که چند ماه بیشتر نمونده نیروهای خودمون رو از افغانستان خارج میکنیم میدونیم که جامعه جهانی که شما میگید باید فشار بیاره بر روی طالبان از حضور در افغانستان خسته است امروز بحث بر سر اینه که ما چرا تا این اندازه در افغانستان ماندیم زمان به نفع شما هست زمان فرصت هست زمان یک فرصت ای میتونه هم به نفع ما باشه و هم به نفع طالبان اگر ما بخوایم نفع خود را تحت عنوان منافع افغانستان تعریف بکنیم به این معنا که جانبه این کوشش کنه به راه حل برسن زمان خودش یک فرصت هست فرصت ایجاد میکنه یعنی ما رو وادار میکنه که کوشش بیشتر انجام بدیم تا به راه حل برسیم آقای احمدی ما در کابل میشنویم که آقای خلیلزاد با چهره مختلف سیاسی صحبت کرده و به اونها گفته که شما سه گزینه بیشتر ندارید یا دولت به طالبان بپیونده یا طالبان به دولت بپیوندن که اینها تقریبا قابل قبول نیست یا اینکه یک توافق سیاسی همه شمول ایجاد بشه وقتی شما در مذاکره هستید وقتی شما رو طالبان هستید چنین اتفاقهایی در کابل گفته میشه افتاده چه حسی پیدا میکنید ما مشکلی در این گفته ها نمی بینیم یک سلسله واقعیت هایی در افغانستان وجود داره که ما باید واقعیت ها را بپذیریم و قبول بکنیم با قبول واقعیت ها باید به دنبال ایجاد راه حل باشیم از قبول از سر واقعیت ها که ما نمیتونیم برای حل برسیم به نتیجه برسیم واقعیت ها را قبول بکنیم محدودیت ها را بپذیریم محدودیت ها اساسا متوجه چیزی به نام افغانستان هست نه یک جنای خاص یا گروه خاص یک جانب خاص اساسا مردم افغانستان دولت افغانستان کشور افغانستان با عنوان یک کشور ملت با یک سلسله محدودیت ها و تنگناهای تاریخی مواجه است باید برایش راه حل پیدا بکنه این مسئولیت متوجه همه است تنها متوجه ما با عنوان هیئت نیست هم متوجه طالبان هست هم ما همه, همه ما در واقع مسئولیت تاریخی داریم که راه حل پیدا بکنیم بسیار خوب آقای فرهادی ما امروز از کاردار سفارت آمریکا در افغانستان شنیدیم که او گفت بحث دولت موقت گزینه آمریکا نیست چیزی نیست که از طرف آمریکا مطرح شده باشه در کنار اون حرف و حدیثایی بود که در سفر اخیر آقای خلیلزاد این موضوع مطرح شده شما هماهنگی در میان آمریکایی ها میبینید آیا اونها اونطور که در رسانه ها گفته میشند گفته میشه اونها رو هم در گفتگوهای پشت پرده میگند آیا به آنچه که در رسانه ها گفته میشه پایبندند؟ خب امریکایی ها حتما گفتگوهای های پشت پرده دارن و بعض رای را ترجیح میتن و ای هم یک هفته بعد شاید که تغییر هم کند با آمدن جو بایدن و همکارانش اما در هر صورت چیزی که من احساس میکنم ایست که آمریکایی ها و ناتو دارن خارج میشن و بعدا میگذارن افغان را که به فضای آرام دوحه مذاکره کنند اما فضای آرام دوحه را تمویلش خارجا می کنند یک روز امور هم قطع می و پس برگردین به میدان جنگ و جنگ بر یک قرن دیگر ادامه بدین آقای عبدالی گفتند آ... تمویل آ... مذاکرات قطر این طرف اون طرف در مورد این گفته شده که گویا کسانی که عضو هیئت هستند امتیازات خوبی دریافت میکنند، معاشات خوبی دریافت میکنند، در یک هتل پنج ستاره هستن بنابراین عجله چندانی ندارند که مثلا به کابل بیبرق و ناامن برگردند چی فکر میکنید در این باره فکر نمی اون مسئولیت تاریخی مهمی که بر دوش اعضای هیئت گذاشته شده گذاشته شده با این چیزی بسیار ناچیز در واقع با این منفعتی که شما خب واقعیت هم نداره بعض چیزایی که گفته شده مبالغه است افغانستان خود سرزمین شایعه و مبالغه است و عرض می کنم که منفعت نشستن در یک هتل آرام هیچ وقت چیزی نیست که ما را از مسئولیت تاریخی که بر عهده ما هست غافل کنه ما با یک مسئولیت تاریخی که در واقع در برابر تاریخ افغانستان خود مسئول حس می کنیم و در آینده در مورد ما آینده و حال قضاوت می یک مسئولیت سنگین هست بنابراین ما مجبوریم چاره ای نداریم تحت فشار وجدان خود تحت فشار مردم افغانستان تحت فشار واقعیت هایی که وجود داره به دنبال ایجاد راه حل باشیم اما ایجاد یک راه حل نه به قیمت از دست دادن حقوق مردم افغانستان متوجه هستین که ما در مقابل یک آینده بسیار خطرناک قرار داریم ما باید کوشش کنیم مدیریت بکنیم که این آینده روشنتر از گذشته باشه نه تاریک تر از گذشته شما گفتید بشوارد. که شما گفتید مبالغه صورت گرفته در مورد معاشات و امتیازات شما میتونید بگید که در کدوم, در کدوم شایعه و مبالغه است آیا شما مثلا عدد روشنی دارید خودتون اطلاع دارید از بقیه اعضای هیئت میدانم قاعدتا باید همین طور باشه که همونطور که خودم در مورد خودم میدانم همه باید همین گونه بوده باشه و شما فرمودید که مسئولیت تاریخی بر دوش شماست آیا بقیه اعضای هیئت هم به همین شکل فکر میکنن میدونیم که بسیاری از اونها افراد کم تجربه و چه بسا بی تجربه هستند که بر اساس همین زدوبند های سیاسی در هیئت عضو شدند تا جایی که من همه رو میشناستم یک حس مشترک از مسئولیت وجود داره یک حس مشترک فکر میکنن همه فکر میکنن که در یک مقطع حساس از تاریخ افغانستان قرار گرفته داره دراجه به یک موضوع بسیار مهم مشارکت میکنه و دایندگان در مورد اونها خواهد، قضاوت خواهند کرد حس مشترک را ما میبینم وجدان مشترک را میبینم میتونم به وجود وجدان مشترک و حس مشترک شهادت بدم آقای فرهادی آقای احمدی در مورد مسئولیت سنگینی که بر عهده این هیئت هست به درستی صحبت کردند مسئولیت واقعا مسئولیت سنگینی فرصت فرصتی تاریخی است همه این رو میگن ولی آیا در دولت افغانستان و در میان سیاستمدارانی که در تمام این 20 سال بر سر منافع خیلی کوچک با همدیگر درگیر بودند و همه ما سابقه اونها رو میدونیم هم چنین حسی هست کسانی که باید حامی همین هیئت باشند خب ده سال بعد شاید در یک کتاب تاریخ نوشته شود که همین هیئت محترم عالی دست کسانی بودند که در کابل بودند چون که هیچ صلاحیت ندارند و نیمه کسانی که در این حیات تشریف دارند میلیونر هستند یا نماینده های هستند که در جنگ میلیونر شدند پس یک صد اقتصادی منافع اقتصادی هم در سرارای صلح در افغانستان در اینجا هست که کسانی که از کابل آمدن ام، یا ایست که خودشان میلیونر هستند یا ایست که نمایندگی از میلیونرها میکنند و اگر طالبان بیاین مثلا شاید سوال هایی کنند که پول و پیسر شما از کجا کردین دقیقه در سال و این سبب میشه که سال خودش بطی شوه و بهانه های مختلف در کابل با وجود بیایه و در در تاریخ همه طور درج میشه که حیات در اینجا بود اما صلاحیتی نداشت آقای احمدی شما البته من میدونم استاد دانشگاه هستید شخصیتی اکادمیک هستید فعالیت های برازنده هم داشتید منتها این چیزهایی که آقای فرهادی گفتن هم در حد زیادی مطرحه و ضمن اون هم میدونیم که تعدد مراکز تصمیم گیری هم هست مثلا شما آیا چه نوع رابطه با وزارت دولت در امور صلح دارید بعد مثلا نماینده رئیس جمهور در این هیئت و بعد هم همینطور با خود شورای عالی مصالحه و بعد وزارت خارجه و همینطور بعد با ارک فکر نمی کنید که خود شما هم با یک کلاف سردرگمی در حقیقت دارید دست به گریبان هستید که فقط هم مشکل طالبان یا طرف مقابل شما نیست؟ ببینید ما یک منفعت مشترک داریم که اون منفعت مشترک فراتر از ثروت شخصی افراد و اشخاص هست منفعت مشترک در محور نظام مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته ما به تجربه در جریان مذاکرات چند ماه دیدم که چطور میتونه نظام سیاسی آزاد و دموکراتیک منفعت مشترک ایجاد بکنه همه در محور منفعت مشترک میتونه متحد شود در کابل هم ما برخلاف اون چی گفته میشه محدودیت ها و تنگناهایی که افغانستان در قرار داره مجبور کرده همه را که در محور شورای عالی مصالحه ملی گرده هم بیاین و در اونجا برنامه های خود را منسجم بکنن ما از این هیچ نگران نیستم هیچ نگرانی ندارم که تشتت هست یا یک اصطلاح تعدد مراکز تصمیم گیری نی. ما در محور شورای عالی مصالحه ملی سیستم یک مرکز مشترک یک ایجاد بکنیم یک رهبری مشترک ایجاد بکنیم این به خاطر منافع مشترک هست نه به خاطر چیزی دیگه به خاطر منافع مشترک هست که همه منفعت خود را در یک آینده مشترک در یک آینده ای که در او همه گذار باشه میبینن یک تجربه ای است که فرانسه به اثبات رسانده بنابراین از این لحاظ نگرانی نیست و ما بر اساس همین منافع مشترک تلاش میکنیم ثروت شخصی افراد هم اگر ثروت داشته باشند وقتی تأمین میشه که یک فضای عمومی آرامتر وجود داشته باشه بنا نیست که ما آینده افغانستان را تسلیم طالبان بکنیم و اونا حاکم سیستم و مالک سیستم باشه و همه از آینده خود در سیستم طالبان بترسند بنا, چنین چیزی نیست بنا این است که طالبان جزی از یک سیستم مشترک شود که در او مردم افغانستان از مسئولیت حقوقی و سیاسی برخوردار باشه شهروندان آزاد یک کشور باشه ما برای چنین آینده داریم تلاش میکنیم متشکرم خیلی ممنونم از امین احمدی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوی قطر و طارق فرهادی تلگر مسائل سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در ژنو سوئیس با ما و ممنون از شما که این برنامه صفحه دو آخر هفته رو دیدید برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود میتونید به وبسایت ما بی بی سی پرژن مراجعه کنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک و همینطور کانال یوتیوب صفحه دو مراجعه بکنید که این برنامه و برنامه های قبلی همه در اونجا هست ممنونم شب و روز بر شما خوش